بر اساس آمار سازمان ثبت احوال ایران، در 3 ماه ابتدایی سال جاری 142,298 ازدواج ثبت شد. همچنین در همین بازه 44,154 طلاق نیز به ثبت رسید. این در حالی است که گزارش سال گذشته ثبت احوال نشان می دهد در بهار سال گذشته 161,001 ازدواج ثبت شد. همچنین در همین بازه زمانی 44,159 طلاق به ثبت رسیده است. بنابراین داده ها میزان ازدواج ثبت شده در بهار سال جاری نسبت به بازه مشابه در سال گذشته 11.62% کاهش داشت. میزان طلاق ثبت شده در بهار گذشته 44,226 بود که نشان می دهد در بهار سال جاری میزان طلاق تغییر چندانی نداشت. شیخ مهدی منازاده، پژوهشگر مسائل اجتماعی از شهر مقدس قم با ما هستند. سلام، وقت شما بخیر. سلام علیکم، از ادب خدمت بینندگان شبکه منفصل هستم. منابع رسانه‌ای از کاهش 11% آمار ازدواج در بهار امسال در ایران خبر می‌دهند. علت این مسئله رو چه می‌دونید؟ وقتی که به منابع نگاه می‌کنیم، به وبسایت‌های اجتماعی نگاه می‌کنیم، مباحث و این مشکل رو از مشکلات فرهنگی می‌دونن، از اینکه مثلا مردم سازگار نشدن هنوز با شبکه‌های اجتماعی دارن فرهنگ رو تغییر میدن، در صورتی که این تغییر یعنی 11% نسبت به سال گذشته بیشتر برمیگرده به یک اتفاق مهمتر، یعنی مشکل اقتصادی، که نسبت به سال گذشته ما با گرانی‌های قابل توجهی در ایران مواجه بودیم. یکی از مسائل مهمی که مؤثر بوده در این آمار مسئله اقتصادی بوده که بین مردم مشکلات زیادی رو ایجاد کرده. بله، برای بهبود وضعیت و بالا بردن نسبت ازدواج آیا راهکاری به نظرتون میرسه؟ برای بالا بردن نسبت ازدواج 2 تا کار باید انجام داد. یک کاری که در کوتاه مدت جواب بده و اونم اهتمام به مسائل اقتصادی جامعه است و خب راحت کردن مسئله ازدواج و روان کردن این مسئله در ذهن جوانها، و مسئله بعد کار فرهنگیه که واقعا یا بلد نیستیم کار کنیم یا اینکه واقعا نمیخوایم کار کنیم در ایران، که چیزی که دیده میشه اینه که کارهای انجام شده ولی مؤثر نبوده و نسبت به اتفاقات و هجومی که علیه مسئله ازدواج در جامعه بوده کارهای ما واقعا بی اثر بوده. باید یک مسائل اقتصادی رو بهش بپردازیم و مسیر رو آسون کنیم برای ازدواج جوانان، 2 بپردازیم به کارهای فرهنگی و فرهنگ سازی ازدواج. ممنون از شما. شیخ مهدی منازاده از شهر مقدس قم با ما بودند.